اعلامیه جبهه مقاومت ملی افغانستان و پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در چین. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال. جبهه مقاومت ملی افغانستان، پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در بیجینگ حرکت اسفناک است. جبهه مقاومت ملی افغانستان و رهبری احمد مسعود تصمیم چین برای پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان را یک حرکت ژئوپلیتیکی اسفناک خوانده است. این جبهه عصر روز چهارشنبه 11 دل با نشر اعلامیه گفته است که اقدام بیجینگ خلاف روابط خارجی دو کشور و به احترامی به استقلال، حاکمیت ملی و انتخاب‌های مردم افغانستان است. جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین گفته است این یک مداخله در امور داخلی ما با منافع خودخواهانه جهت تخریب حوزه نفوذ علیه دشمنان جهانی چین است. با گفته این جبهه، پذیرش سفیر طالبان خلاف نیاز به یک سیستم حکومتداری معتدل و محتادانه در افغانستان است که به ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر با رفتار سازنده سیاست داخلی و خارجی کمکی نمی کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان اضافه کرده است که هیچ گونه تایید خارجی طالبان برای این گروه در داخل مشروعیت ندارد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز اعتمادنامه بلال کریمی سفیر طالبان در بیجینگ را پذیرفت. در حال حاضر چین تنها کشوری است که اعتمادنامه سفیر طالبان را پذیرفته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین به برگزاری نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان و میزبانی وزارت خارجه طالبان و با حضور نمایندگان ویژه و سفیران شماری از کشورهای منطقه نیز واکنش نشان داده است. این جبهه گفته است که کابل در حال حاضر یک مکان ایدئال برای نشست‌های منطقه‌ای پیرامون افغانستان نیست و هر نشستی که در سایه طالبان نامشروع در کابل اشغال شده برگزار شود از نظر مردم ما وزن و قانونی ندارد. این جبهه گفته است که نگرانی های امنیتی منطقه در مورد گسترش خشونت و بی‌ثباتی از افغانستان را درک می کند، اما غلبه بر این نگرانی با نادیده گرفتن رنج مردم ما و اجازه دادن به طالبان که عاملان خشونت و بی‌ثباتی هستند به عنوان میزبان نشست های منطقه‌ای صرف برای دستاوردهای ژئوپلیتیکی کوتاه مدت شایسته نیست. جبهه مقاومت ملی گفته است چینین سیاست پیش از این بارها نتیجه معکوس داشته و صلح، امنیت و ثبات کشور ما و منطقه را به خطر انداخته است. مطمئنند باز هم نتیجه معکوس خواهد داشت. نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان و میزبانی وزارت خارجه طالبان دو روز پیش در کابل برگزار شد. این نشست اولین نشستی بود که پس از رویکار آمدن طالبان و با حضور نمایندگان کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در کابل برگزار شد. در این نشست نمایندگان کشورهای چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند، اندونزیا، ترکیه، قرقیزستان و شمار دیگر کشورهای منطقه حضور داشتند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان.